سلام عزیزانم، روزتون بخیر. کنار هم هستیم با درس 11 از کلمات سطح B سوای ایس. کلمی که امروز شروع میکنیم به یادگیری فعل هستش، شوتل. شوتل به معنی تکان دادن هستش. مثلا شما یک بطری رو تکون میدید یا حتی سر رو تکون میدید، گفته میشه شوتل، تکان دادن. دی فلاش موسمن فادم افنن شوتل. آدم باید بطری رو قبل از باز کردن تکون بده. دی فلاش موسمن فادم افنن شوتن. آدم باید بطری رو قبل از باز کردن تکون بده. شوتن. دی فالیبه. اسم مؤنث دی فالیبه به معنی علاقه هست. دی فالیبه. علاقه. مثلا زی ایست میت فالیب شکلاتن آیس. اون بستنی شکلاتی رو با علاقه میخوره. زی ایست میت فالیب شکلاتن آیس. اون بستنی شکلاتی رو با علاقه میخوره. دی فالیب علاقه. دوستان قید فگلایش وایزه به معنی مقایسه است. در مقایسه فگلایش وایزه. در مقایسه مثلا گیگن زی ایس پاول فگلایش وایزه آلت. پاول در مقایسه با اون پیره. گیگن زی ایس پاول فگلایش وایزه آلت. پاول در مقایسه با اون پیره. پس قید فگلایش وایزه به معنی در مقایسه هست. میسن. فعل بی‌قاعده میسن به معنی دلتنگ شدن و یا از دست دادن. دوتاش رو معنی میده. میسن فعل بی‌قاعده ای هستش که معنی دلتنگ شدن و از دست دادن رو میده. مثلا ایش ویل این نیشت میسن. من نمیخوام اون رو از دست بدم. اونجا معنی از دست دادن رو میده. من نمیخوام اون رو از دست بدم. ایش ویل این نیشت میسن. میسن دلتنگ شدن، از دست دادن. همچنین قید اشتان لیشا وایزه به معنی به طور شگفت‌آور یا با تعجب. قید اشتان لیشا وایزه به طور شگفت‌آور، با تعجب. مثلا ای حد دست انگه بود اشتان لیشا وایزه ابگلند. اون به طور تعجب‌آوری شگفت‌آوری پیشنهاد رو رد کرد. ای حدس انگه بود اشتاولیشا وایزه ابگلند. به معنی این که اون به طور عجیبی تعجب‌آوری پیشنهاد رو رد کرد. اشتاولیشا وایزه قیدی هستش که معنی با تعجب یا به طور شگفت‌آور رو معنی میده. فعل آفیغن به معنی اجرا کردنه. وقتی یه چیزی رو میخواید اجرا کنید گفته میشه آفیغن. آفیغن. مثلا دی کیندا فیغن سو واینختن این تیاترشتوک آف. بچه ها برای کریسمس یک قطعه نمایش اجرا میکنن. دی کیندا فیغن سو واینختن این تیاترشتوک آف. فعل تخمای و یه جدا شدن یا آف رفته آخر جمله. آفیغن اجرا کردن. بچه ها برای کریسمس یک نمایش اجرا میکنن. قید شتلن وایزه دوستان یعنی در بعضی جاها. شتلن وایزه در بعضی جاها. شتلن وایزه مثلا دس آوتو ایست شتلن وایزه غوستیش. ماشین در بعضی جاها زنگ زده. دس آوتو ایست شتلن وایزه غوستیش به معنی ماشین در بعضی جاها زنگ زده. شتلن وایزه در بعضی جاها. فیل فلتیش هم باز یک صفت از توسان به معنی متنوع و گوناگون. فیل فلتیش متنوع گوناگون. مثلا دی شپایز کات دس نوین رستورانت ایس ز فیل فلتیش. به این معنی که منوی رستوران جدید خیلی متنوع. غذاهاش گوناگون و متنوع. دی شپایز کات دس نوین رستورانت ایس زفی فتیش. منوی رستوران جدید بسیار متنوع. فیل فتیش متنوع. بویتن. بویتن دوستان یعنی ارزیابی کردن، تخمین زدن. بویتن ارزش گذاری کردن، ارزیابی کردن. مثلا این اکسپرت ویدن ویت دس گملدس بویتن.
یک متخصص ارزش تابلوی نقاشی رو تخمین خواهد زد، ارزیابی خواهد کرد. Ein Experte wird den Wert des Gemäldes bewerten. یک متخصص ارزش تابلوی نقاشی رو تخمین میزنه و یا ارزیابی میکنه. Bewerten، ارزیابی کردن، تخمین زدن. دوستان ابزگن فعل کنسل کردن و لغو کردن. ابزگن لغو کردن، کنسل کردن. ابزگن مثلا ایش موسته یه لایده ابزگن، متاسفانه من باید به اون جواب منفی بدم، اون رو رد کنم. ایش موسته یه لایده ابزگن، اینجا به کسی جواب رد دادن معنی داد. یه مندم ابزگن، به کسی جواب منفی دادن یا رد دادن یا کسی رو نپذیرفتن. ایش موسته یه لایدا ابزگن، من متاسفانه میبایستی به او جواب منفی بدم. عبارت این فراگ کومن به معنی ممکن بودن دوستان. این فراگ کومن، ممکن بودن. حالا منفیش مثلا دس کومت überhaupt nicht in Frage، یعنی این اصلا ممکن نیست. Das kommt überhaupt nicht in Frage، این اصلا ممکن نیست. این Frage kommen یعنی ممکن بودن. Die Dienstleistung اسم مؤنثی هستش که معنی خدمات رو میده. Die Dienstleistung خدمات. Die Dienstleistung خدمات. یا مثلا از یک خدماتی استفاده کردن میشه eine Dienstleistung in Anspruch nehmen، از خدماتی استفاده کردن. مثلا man sollte immer zuerst einen Preis vereinbaren bevor man eine Dienstleistung in Anspruch nimmt. آدم همیشه اول باید قبل از اینکه از خدماتی استفاده کنه بر سر قیمتش توافق کنه. پس از خدمات استفاده کردن میشه eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. مثل همین مثال man sollte immer zuerst einen Preis vereinbaren bevor man eine Dienstleistung in Anspruch nimmt. دوستان صفت سگ نوسیش به معنی معاصر و اخیر هست. وقتی یه چیزی متعلق به حال حاضره، برای معاصره، مثل یک نقاشی، یک ساختمون. سگ نوسیش، سگ نوسیش معاصر، اخیر. مثلا این دیز موزیوم ودن ورک فون سگ نوسیشن کنسلن آوسگشتلت، تو این موزه آثاری از هنرمندان معاصر به نمایش گذاشته شده. این دیزه موزیوم ودن ورک فون زایگنوسیشن کنسلن آوسگشتلت، تو این موزه آثاری از هنرمندان معاصر به نمایش در اومده. بله عزیزان، اینم از کلمات درس 11 هم. حتما اونها رو تمرین بکنید، تکرار بکنید تا برای درس آینده آماده باشید. مرسی از بودنتون کنارم. تا برنامه دیگه، خدا یار و نگهدار.